سلام به شما از هر کجا که برنامه‌های صدای آمریکا رو دنبال می‌کنید. من سارا دهخان هستم و در این دوشنبه شب 9 اسفند ماه میزبان شما خواهم بود در برنامه روی خط. امیدوارم صدای گرفته و سرماخورده من رو هم ببخشید. امشب همراه با مهمان برنامه خانم دکتر مرجان هزاره نگاهی خواهیم داشت به تاثیر رویکردهای فرهنگی در مقابله با HIV و ایدز. با اینکه در سالهای اخیر در ایران گامهای مثبتی برای پیشگیری و درمان این بیماری و آموزش در مورد آن برداشته شده، ولی آمار رسمی شمار بیماران مبتلا به ایدز در ایران را بیش از 90 هزار نفر تخمین می‌زند که از این تعداد تنها 22 هزار نفر شناخته شدند. اواخر ماه گذشته رئیس مرکز بهداشت استان قم نیز خبر داد 90 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ایدز در این شهر جان خود را از دست دادند. در این میان آنچه هنوز در جامعه ایران مسئله ساز است شیوه برخورد با بیماران مبتلا به ایدز و هراس آنها از انزوای اجتماعی است. آیا به نظر شما در ایران آموزش‌های لازم در این مورد داده میشه؟ آیا فکر میکنید نگاه بدون انگ به این بیماران در جامعه شکل گرفته؟ آیا آموزش برای تغییر نگاه مردم به بیماران آلوده به ویروس HIV و افراد مبتلا به ایدز کافی است؟ چه چالش ها و موانعی در این راه میبینید؟ از شما دعوت میکنم روی خط بیایید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. راه های مختلفی برای تماس با ما هست: ایمیل برنامه روی خط @voanews.com، وبلاگ روی خط royekhat.blogspot.com و صفحه فیسبوک ما که هست صدای شما خط مبرب روی خط. و البته مثل همیشه میتونید روی خط تلفن در بحث ما شرکت کنید. لطفاً شماره تلفن ما رو یادداشت کنید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. از گفتگو با مهمان برنامه نگاهی خواهیم داشت بر آمار انتشار یافته از شمار مبتلایان به ویروس HIV و بیماری ایدز در ایران. همچنین در این گزارش اشاره کوتاهی می‌کنیم بر رویکرد فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در برخورد با این بیماران و ارائه آموزش در این زمینه. در ایران نخستین مورد ابتلا به بیماری ایدز در سال 1365 شناخته شد. کودکی 6 ساله مبتلا به هموفیلی که فرآورده خونی آلوده دریافت کرده بود. آخرین آمار مبتلایان به بیماری ایدز که توسط برنامه سازمان ملل متحد برای مقابله با ایدز موسوم به UNAIDS منتشر شده مربوط به سال 88 است. بر اساس این آمار تعداد مبتلایان به بیماری ایدز 92 هزار نفر تخمین زده شده است که گفته می شود 26 هزار نفر آنها زن هستند. اما از این تعداد تنها حدود 22 هزار بیمار شناخته شده است. گزارش‌های تازه منتشر شده توسط UNAIDS نشان می‌دهد شیوع بیماری ایدز در زندان‌های ایران 8 برابر میزان شیوع آن در جمعیت عادی است و 70% موارد ابتلا به دلیل استفاده از مواد مخدر به صورت تزریقی گزارش داده شده است. در خرداد ماه 89 خبرگزاری فارس به نقل از رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت ایران گزارش داد که 99% از موارد جدید شناسایی شده مبتلا به ویروس ایدز در این کشور از طریق ارتباط جنسی به این بیماری مبتلا شدند. در سالهای اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم به ویژه جوانان از راه‌های انتقال ویروس HIV، روش‌های تشخیص بیماری و شیوه‌های پیشگیری از آن صورت گرفته و ایران سعی کرده است از لحاظ پیشرفت علمی و پژوهشی توجه محافل علمی جهان را به خود جلب کند. ولی آنچه هنوز زندگی و سلامت بیماران ایرانی مبتلا به HIV و یا ایدز را تحت شعاع قرار می‌دهد
هراس از انزوای اجتماعی و در نتیجه عدم تمایل به انجام آزمایش و درمان است. البته این هراس منحصر به جامعه ایران نیست و در سالهای اخیر برخورد فرهنگی با بیماری ایدز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رویکردها در پیشگیری از این بیماری و مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو با انتشار یک مطلب آموزشی تحت عنوان راهکارهای فرهنگی برخورد با بیماری ایدز در سایت اینترنتی خود به بررسی روش‌های مقابله با این بیماری در فرهنگ‌های مختلف جهان پرداخته است. یونسکو در مطالب آموزشی خود تاکید می‌کند که برخورد فرهنگی با بیماری ایدز بدون توجه به ذهنیت، باورها و ساختارهای ارزشی مردم و ظرفیت انتقال این آگاهی‌ها امکان‌پذیر نیست. البته این نکته را نیز خاطر نشان می کند که راهکارهای فرهنگی نباید تنها و تنها به سنت‌ها محدود شود، بلکه باید از میان افراد و جامعه برخیزد و اینکه افراد باید به شخص آماده پذیرش تغییرات در شیوه نگرش خود باشند. یونسکو در مقالات آموزشی خود می نویسد هیچ الگوی واحدی برای مبارزه با بیماری ایدز وجود ندارد و برخورد فرهنگی با این بیماری لزوماً به معنای پذیرش همه ارزش‌ها و روش‌های معمول نیست. در پایان این گونه نتیجه گیری کرده که برانگیختن بحث و شرکت در گفتگوهای روشنگرانه در این زمینه با در نظر گرفتن باورهای مردم می تواند در روند مقابله با ایدز بسیار تاثیرگذار باشد. مهمان امشب برنامه روی خط خانم دکتر مرجان هزاره هستند که از شهر بروکسل در برنامه حضور خواهند داشت. مرجان هزاره مدرک دکترای خود را از دانشگاه ژنو در سوئیس دریافت کرد و در 13 سال گذشته مدیریت تحقیقاتی چندین پروژه علمی را در زمینه توسعه داروهای درمانی ایدز در اروپا و آمریکا بر عهده داشته. او در سال 1996 برای تحصیل به آمریکا آمد و به مدت 8 سال به عنوان مدیر پژوهشی اتحاد تحقیقات ایدز موسوم به ARA در لس آنجلس فعالیت میکرد. خانم دکتر هزاره در حال حاضر به عنوان مدیر و مشاور بخش تحقیق و توسعه دارو در یک شرکت دارویی در بلژیک مشغول کار است. خانم دکتر هزاره به شما سلام میکنم. ممنون از شرکتتون در برنامه روی خط. سلام خانم دهخان، خیلی متشکرم. خب اگه موافق باشید گفتگومون رو شروع کنیم با تفاوت‌هایی که میان افراد آلوده به HIV و بیماران مبتلا به ایدز هست. کسانی که اجازه بدین اول برای راجع به ویروس HIV من صحبت کنم. ویروس HIV معمولاً در یک نوع سلول‌های گلبول‌های سفید بدن به نام سلول‌های CD4 تکثیر پیدا می‌کنه و این گلبول‌های سفید همونطور که می‌دونی نقش بسیار مهمی در سیستم دفاعی بدن در ضد بیماری‌ها انجام در ضد بیماری‌های مختلف انجام میده. دانش کسانی که HIV مثبت هستن این ویروس در این سلول‌های گلبول‌های سفید تکثیر پیدا می‌کنه و تکثیر این سلول‌ها تکثیر این ویروس باعث از بین رفتن این سلول‌ها میشه. معمولاً کسانی که تحت درمان قرار نمی‌گیرن 8 تا 10 سال طول می‌کشه تا مقدار این گلبول‌های سفید به قدری پایین میرسه که بیمار به مرحله ایدز وارد میشه، یعنی به تمام بیماری‌های عفونی فرصت طلب و سرطان‌های مختلف دچار میشه. در نتیجه کسی که HIV مثبت هست حتما در مرحله ایدز نیست و کسانی که HIV مثبت هستن اگر تحت درمان قرار بگیرن با این درمان‌هایی که الان هست معمولا به طور طولانی مدت و بدون هیچ مشکلی میتونن زندگی کنن و سیستم دفاعی بدنشون قوی خواهد بود. خانم دکتر هزاره اگه موافق باشید یه توضیح مختصری برای اون دسته از بینندگانمون که شاید ندونن داشته باشید در مورد راه‌های رایج انتقال ویروس HIV و علائم ابتلا به اون، یعنی چطور فرد باید شک بکنه که ممکنه مبتلا باشه به ویروس HIV؟ بله، ویروس HIV معمولا به سه نوع مختلف انتقال پیدا میکنه، از طریق مایع منی و ترشحات واژنی در موقع روابط جنسی بدون استفاده کردن از کاندوم، در از طریق خون و فرآورده های خونی آلوده و استفاده کردن از سرنگ های آلوده در رابطه با تزریق مواد مخدر
و از مادر به فرزند معمولا در موقع زایمان و بعدا در موقع شیر دادن. خیلی الان خیلی مشکل هست، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که یک نفری فقط با یه علائم بیماری نمیتونین مشخص بکنین که یک نفر یا خودش متوجه بشه که به بیماری HIV مبتلا شده. معمولا اینجور افراد در یک مدت یک هفته تبایی بسیار شدید میکنن و یه حالت مثل سرماخوردگی شدید دارن، بعضی ها درد معده دارن، علائمش مختلف هست. در نتیجه من نمیتونم، کسی نمیتونه بگه که برای هر نفری مختلفه و گفتن فقط تب زیاد میکنن یا سرماخوردگی هایی هست که خوب نمیشه باعث میشه که هر کس الان دیگه سرما میخوره یا تب زیاد میکنه فکر کنه که HIV داره. متاسفانه این علائم رو زیاد نمیشه بهش اطمینان کرد. باید خب تست HIV بشه. بله، مؤثرترین راه پیشگیری چی هست به نظر شما؟ پیشگیری از ویروس HIV؟ الان از طریق یکی از، اگر که عامل انتقال روابط جنسی باشه، مهمترین چیزی که باعث پیشگیری میشه استفاده کردن از کاندوم های لاتکس هست به طور مرتب و مداوم. این در رابطه با روابط جنسی هست و من تاکید میکنم به طور مرتب و مداوم، یعنی که همیشه باید از کاندوم های لاتکس در هر نوع روابط جنسی استفاده کرد. در رابطه با فرآورده های خونی و خون تست HIV میکنن، ولی در اینجا ما مسئله استفاده کردن از سرنگ های آلوده رو داریم در رابطه با تزریق مواد مخدر که برنامه های وسیعی در تمام کشورها وجود داره که نه تنها به کسانی که به مواد مخدر معتاد هستن کمک میکنن از لحاظ درمان اونها، بلکه به اونها سرنگ های یک بار مصرف میدن که از سرنگ های آلوده استفاده نشه. در مورد انتقال ویروس از مادر به فرزند، معمولا مادرها باید تحت درمان قرار بگیرن و در موقع زایمان باید سزارین بشن و از شیر دادن بچه خودداری بکنن. خانم دکتر زاره، در جامعه مثل ایران با توجه به پژوهش‌هایی که خود شما انجام دادید و مطالعاتی که در این باره انجام دادید، چه کسانی، چه گروه‌هایی بیشتر آسیب پذیر هستند نسبت به این بیماری؟ الان همونطور که در اول برنامه گفتین، عامل مهمی که باعث انتقال ویروس HIV در ایران میشه استفاده کردن از سرنگ‌های آلوده در رابطه با تزریق مواد مخدر هست. بیشتر از 14% کسانی که مواد مخدر استفاده میکنن متاسفانه به بیماری HIV مبتلا هستند. و این مسئله در زندان ها همونطور که گفتین بسیار زیاد هست، نه تنها به خاطر تزریق مواد مخدر، بلکه به استفاده کردن وسایل آلوده موقع خالکوبی هم در زندان های مسئله بسیار زیاده. ولی الان یک چند وقتی هست که عامل های دیگه ای باعث انتقال ویروس در ایران میشه و یکی از عامل های مهمش از طریق ارتباط جنسی بدون استفاده کردن از کاندوم هست. خب سطح دسترسی افراد به منابع اطلاعاتی چقدر میتونه تأثیر بذاره در آسیب پذیریشون نسبت به HIV و AIDS؟ اطلاع رسانی یه مرتب و مداوم و درست خیلی اثر مهمی در روی پیشگیری از انتقال ویروس HIV داره، ولی نباید فراموش بشه که همینطور که در بیماری های دیگه هم دیدیم، اطلاع رسانی بسیار خوبه، ولی فقط گفتن این که این کار رو نکنین براتون خطر داره و چه کار بکنین و پیشگیری میتونین بکنین، متاسفانه باعث نمیشه که انسان ها، هر فردی وقتی که در این موقعیت رفتار پرخطر قرار میگیره، با این که میدونه که این خطرناک هست، به کار خودش ادامه میده. درنچه مهمترین چیز اینه که شناخت عواملیه که باعث میشه که یک فرد با دانستن این که این کار یک کاری براش خطرناک هست، این کار رو انجام میده. من میتونم برای شما مثال سیگار بزنم. همه میدونن که سیگار بسیار مضر هست برای سلامتی، ولی بیشتر مردم میکشن. پس عاملش مهمه همراه با دادن اطلاعات.
پس به نظر شما آموزش کافی نیست برای تغییر عادات مردم؟ آموزش کافیه، ولی باید فقط گفتن آموزش کافیه، ولی باید عواملی که باعث میشه که قشرهای مختلف مردم به کارهای خطرناک و رفتارهای پرخطر دست بزنن، اون هم شناسایی بشه و راجع به اون موضوع ها هم صحبت بشه با مردم. خانم دکتر هزاره، فرهنگ سازی در مورد بیماران مبتلا به HIV و AIDS چند سالیه که مورد توجه قرار گرفته که بخشی از اون مربوط به نگاهی که جامعه داره به این افراد و بخش دیگرش رویکرد فرهنگی در آموزش و درمان HIV و AIDS هست. آیا به نظر شما به طور کلی بهداشت و سلامت یه فقط علمی هستن، یعنی در واقع مستقل از فرهنگ و سیاستن، و یا نه تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار داره؟ تحت تعبیر بهداشت فقط علمی نیست و الان سال هاست که متوجه شدم برای همه هر نوع بیماری، مخصوصا الان برای HIV و AIDS، موفقیت هر برنامه پیشگیری و درمانی بستگی به بزرگی به عوامل و شرایط فرهنگی، باورهای فرهنگی، شرایط اجتماعی و اقتصادی داره. مثلا یک برنامه موفق پیشگیری حالا در این رابطه با HIV AIDS که در جنوب افریقای جنوبی بسیار موفق هست، در کشور سوئد موفق نیست، به خاطر اینکه باورهای فرهنگی و شرایط اقتصادی اجتماعی مردم افریقای جنوبی بسیار متفاوت هست با مردم سوئد. در نتیجه الان بیشتر و بیشتر داره سعی میشه از طرف سازمان جهانی بهداشت که به کشورها کمک بشه که یک برنامه‌های پیشگیری درست کنند با اول شناسایی این شرایط اقتصادی و اجتماعی و این باورهای فرهنگی و بعد با مردم و کسانی که از این باورهای مثبت یا منفی یا فرهنگی دفاع می‌کنند، با سران مراجع مذهبی، سیاستمداران، کسانی که قوانین میذارن، با اونها صحبت بشه و با همدیگه یک برنامه‌ای درست بکنن که احتیاج مردم اون کشور و قشرهای مختلف رو بتونه برآورده بکنه. من میخوام از این موقعیت استفاده کنم، یه چیز رو تاکید کنم که منظور من نیست که اگر که یک مملکتی یا یک جامعه ای باورهای فرهنگی منفی داره باید اون رو قبول کرد و گذشت، نه، ولی باورهای فرهنگ منفی رو میشه فقط با تبادل نظر کم کم تغییر داد به نفع سلامتی جامعه و اشخاص اون جامعه. پس در واقع این رویکرد فرهنگی به معنای پذیرفتن تمام باورها نیست؟ نخه، پذیر و شناساییش هست و اینکه میشه با کسایی که مثلا در کشور کامبوج یک مشکلی که اونها داشتن قبلا این بود، الان هم همینطور، مشکل که نیست، این باور فرهنگی که راجع به مسائل جنسی، روابط جنسی اصولا خوب نیست که در ملأ عام، در رادیو و تلویزیون و حتی در فامیل صحبت بشه. کاری که الان کردن اینه که کمک خواستن، صحبت کردن با مراجع تقلیدی بودایی برای اینکه اونها مذهبشون بوداییه و از اونها کمک خواستن و این مانک‌های بودایی هستند که با مردم صحبت میکنن به طوری که مردم مطابق فرهنگ مردم هست و کم کم دارن سعی میکنن که اطلاعات بدن راجع به مسئله HIV و چجوری میشه رفتارهای پرخطر رو شناسایی کرد. شما باید، و این برنامه پیشگیری بسیار موفق بوده در کم کردن انتقال HIV، در نتیجه من فکر میکنم که باید تمام کسانی که از این مسائل فرهنگی پشتیبانی میکنن با اونهایی که کسانی که HIV مثبت هستن، افراد یه جامعه، با هم همکاری بکنن تا بشه این عوامل فرهنگی و اجتماعی اقتصادی رو عوض کرد. خب پیش از این که به تاثیر من هستش که نمیدونم. بفرمایید. پیش از این که به تاثیر عوامل فرهنگی در جامعه ایران بپردازیم، اگه موافق باشید گوش کنیم به درد دل‌های فرید، یکی از بیماران آلوده به ویروس HIV از ایران. با تشکر از این دوست عزیزمون که به ما تلفن زد و مشکلاتش رو با ما در میون گذاشت.
سلام خانم دهخان، خسته نباشید. میگم به شما و همکارانتون. سعید هستم از ایران. خانم دهخان، موضوع بسیار زیبایی رو انتخاب کردید. در مورد نگاه انگامیز به بیماری HIV، واقعیت اینه که متاسفانه رفتار و نگاه مردم نسبت به بیماری HIV هنوز هیچ تغییری نکرده. هنوزم مبتلا رو به چشم گناهکارایی میبینن که باید ازشون دوری کرد، و بدتر از اون اینه که هیچ گونه اقدامی برای رفع این مشکل انجام نشده. ریشه نگاه انگامیز ما به بیماری HIV به زمانی برمیگرده که سیاست دولت برای منع کردن مردم از روابط نامشروع بیماری HIV رو وسط انداخت. اینکه اگه کسی بخواد رابطه نامشروع کنه، تو کل نشریاتی که وجود داشت، تو مدارسی که اون موقع میدادن، این باور توی ما شک گرفته بود که هر کسی رابطه نامشروع داشته باشه، هر کسی انحراف جنسی یا بدکاره باشه، مبتلا به این بیماری میشه. خب این یه چیزی که بود که واقعا باور شده بود تو درون ما. اما امروزه درک من عوض شده. امروزه من این رو به عنوان یک سوء استفاده میبینم از این بیماران، واقعا این انگ زدن دولت رو به این بیماران. حالا چیزی که من باید بهش پایبند باشم اینه که آگاهی بدم، این که باهاشون همدردی کنم، این که بدونم که چه عواقبی در انتظار نگاه انگامیز من خواهد بود. بله، صحبت‌های سعید بود که برای ما پیغام گذاشته بود، که البته صحبت‌های فرید بیمار آلوده به HIV حاضر نبود، ولی به محض که حاضر بشه همکارانم اون رو پخش می‌کنن. خانم دکتر هزاره، نظرتون راجع به حرف‌هایی که دوستمون سعید زد، یکی از بینندگانی که نظر داده بود، چی هست؟ خیلی متاسفم. اول خیلی باعث تأسفه، به خاطر اینکه بیماری HIV یک فردی که مبتلا به بیماری HIV میشه مثل هر فرد دیگه میمونه که متاسفانه مبتلا به بیماری های دیگه میشه، مثل سرطان یا بیماری های قلبی. چیزی که من میتونم بگم اینه که خود کسانی که HIV مثبت هستن، متاسفانه ما همیشه فکر میکنیم که کسانی دیگه میتونن بیان و یک روش نگرش یک جامعه رو برای ما تغییر بدن. در ممالک خارجی، مثلا در امریکا، کسانی که همین اتفاق در امریکا در 25 سال پیش میافتاد و هنوز هم در بعضی از ایالت‌های امریکا این نگاه به کسانی که HIV مثبت هستن وجود داره. ولی چه عاملی باعث شد که در امریکا یا در اروپا مردم کم کم نگرششون به این بیماری و به کسانی که این بیماری رو دارن عوض بشه؟ فعالیت خود کسایی بود که HIV مثبت بودن. خود کسایی که HIV مثبت بودن حاضر شدن که گروه‌هایی تشکیل دادن و با مردم صحبت کردن، در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صحبت کردن و باعث شدن که یک تصویری بر روی این بیماری بیاد. اگه متوجه میشین منظورم چیه، یعنی وقتی شما این انسانی رو، یک تصویری رو میبینین، براتون یه تصویری میشه، یک چیز گمنامی نیست، یک چیز وحشتناکی نیست، و وقتی که شما مرتب صحبت میکنین، صحبت این خانم ها و آقایان بیمار یا بچه ها رو میشنوین، این مسئله ترس کم کم میریزه. به اضافه آموزش در مورد این که کسی که HIV مثبت هستش، شما میتونین بهش دست بزنین، از آب لیوانش آب بخورین، HIV اینجوری منتقل نمیشه، این ترس هم ریخته میشه. پس به نظر من به غیر از مراکز آموزش، خود کسانی که HIV مثبت هستن هم باید یه قدمی بردن. بسیار هم سخت است، خیلی سخته، من چیز نمی کنم، ولی الان هم میدونم که در ایران گروه هایی هستن که از افرادی که HIV مثبت هستن و فعالیت های بسیار زیادی در ایران دارن، و یکی از این گروه های یک جایزه بهترین برنامه رو چند سال پیش در یکی از کنفرانس های ایدز برد. بله، خب در ایران متاسفانه مسئله ای هم که وجود داره فرهنگ سکوت و پنهانکاریه که باعث میشه خیلی ها اصلا حاضر نباشن برای آزمایش برن، به خصوص زنان. شما چه توصیه‌ای برای این افراد دارید؟ فکر میکنم اولین ترسی که وجود داره، هنوز همه فکر میکنن که کسی که به HIV مبتلا شده، الان این
حتما ایدز داره و تا چند سال دیگه از بین خواهد رفت. در صورتی که در این دور الان از 7-8 سال پیش دیگه اینجوری نیست. با درمان‌هایی که وجود داره کسی که اچ آی وی مثبت هست هر چه زودتر متوجه بشه که به این ویروس، به این بیماری مبتلا هست، میتونه خودش رو تحت درمان قرار بگیره و سالهای طولانی میتونه زندگی خیلی معمولی و نرمالی رو داشته باشه. پس جان خودش رو نجات میده با رفتن انجام دادن تست، با اینکه خطرناک هست، با اینکه همه میترسن. و یه مسئله دیگه این هستش که وقتی که به غیر از جان خود شخص، شما وقتی که میدونین که اچ‌آی‌وی مثبت هستین، مانع میشین که این ویروس به عزیزانتون منتقل بشه، به همسرتون و بعد از همسرتون به بچه هاتون. پس این خیلی مهم هست که حتما همه تست اچ‌آی‌وی بگیرن. یه چیز دیگه هم که بخواستم تذکر بدم این که در ایران مراکزی وجود داره که شما به طور رایگان میتونین برین تست اچ‌آی‌وی بگیرین و صحبت بکنین با پزشکان و پرستاران و یا روانشناسان برای پشتیبانی روحی و روانی، و اگر که اچ‌آی‌وی مثبت هستین بودن میتونن تحت درمان قرار بگیرن. خب شما اشاره کردید که این برخورد فرهنگی با این بیماری به معنی پذیرفتن تمام باورها نیست، ولی خیلی اوقات پیش میاد که به هر حال در پروژه های آموزشی بیشتر دیدگاه ها و باورهای مسئولین در واقع مد نظر قرار میگیرن تا فرهنگ غالب بر جامعه. چطور میشه از دخالت دادن باورهای شخصی در آموزش و در درمان اچ‌آی‌وی و ایدز پرهیز کرد؟ خانم دهخان، باورهای شخصی هر نفر و هر جامعه اصلا خیلی مهم هست. برای همین من میگفتم که باید تمام این باورهای فرهنگی جامعه، همچنین باورهای حکومت و مذهبی که در اون جامعه بهش تکیه میکنه، اینها رو شناسایی کرد و راجع به این موضوع همه باید شریک بشن و راجع به این موضوع صحبت بکنن و هدف مشترکی رو پیدا بکنن که جان افراد این جامعه رو بتونه نجات بده. خانم دکتر هزاره، من میخواستم با شما در واقع صحبت‌های دوستمون فرید رو مطرح بکنم که چون آماده نشد نتونستیم بشنویم، که گفته بودش که 3 ساله به ویروس اچ‌آی‌وی آلوده شده و برخورد پرسنل باهاش به قدری بد بوده که هنوز نمیدونه که در واقع این اندازه و میزان سلول‌های CD4ش چقدر هست و نمیتونه دوباره برگرده اونجا و بره بپرسه که در واقع جواب آزمایش من چه شد، و گله کرده بود از نوع برخوردی که باشون میشه و این ترس شدیدی که نسبت به این بیماری در جامعه ایران وجود داره و همه میترسن و این باعث انزوای افراد مبتلا به این بیماری میشه. شما نظرتون در این مورد چی هست؟ توصیه من به آقای فرید هست که در ایران دکترهای زیادی وجود دارن، لطفا تشریف ببریم به یه بیمارستان دیگه و برای اینکه آزمایش خونی و میزان اندازه CD4 بسیار مهم هست. یه چیزی هستش که شما نمیتونین فقط نادیده بگیرید. و بعدش هم خب بد رفتاری میکنن، بد رفتار بکنن. جان این افراد، جان شما آقای فرید، اگر میتونم برنامه رو میبینین، خیلی مهمتر از اینه که چند تا آدم احمق با شما بد رفتاری میکنن. این یک. دومی که متاسفانه باید خود کسانی که باز گفتم اچ‌آی‌وی مثبت هستن و کسانی که سعی و تلاش میکنن به خاطر دادن برنامه های آموزشی و تغییر فرهنگی، باید آموزش بیشتری بدن. من الان میبینم که پزشکان و پرستاران هم حتما خیلی ترس، آموزش بیشتری به پزشکان و پرستاران بدن از لحاظ علمی، و بعد سعی بکنن که در ممالک دیگه ما دیدیم که همچین موضوعی وجود داشته و تغییر این موضوع خیلی خیلی متاسفانه طولانیه. امروز به فردا، همونطوری که به شما گفتم خانم دهخان، شما اطلاعات که میدین امروز به فردا نگرش مردم عوض نمیشه. فقط با دیدن بیش از پیش کسایی که اچ‌آی‌وی مثبت هستن، با نگاه کردن فیلم های مختلف، با حتی میتونه از برنامه های فرهنگی استفاده کنه که این مسئله رو برای مردم، ترس مردم رو بریزن.
بله متاسفانه که قایم میشن کسانی که اچ آی وی مثبت هستن این مسئله عوض نمیشه. متاسفانه این دوستمون گفته بود که هنوز این مسئله رو با خانواده هم نتونسته در میون بذاره و گفته که نمیتونه حتی برای شغل‌های دولتی، یعنی نمیپذیرنشون برای شغل‌های دولتی. در صورتی که من شنیده بودم خونده بودم که قوانینی در ایران رد شده که ممنوعه که کسی رو فقط به خاطر اینکه اچ آی وی مثبت هست کار بهش ندن. این قوانین وجود داره، میتونن از این قوانین استفاده بکنن و این مسئله در کشورهای دیگه هم همینطور هستش. در کشورهای اروپایی و امریکایی قوانینی وجود داره که دفاع میکنه از حق و حقوق کسانی که اچ آی وی مثبت هستن، ولی باز با این همه باید کسانی که اچ آی وی مثبت هستن، این گروه ها باید بیرون بیان و با مردم صحبت بکنن. بله، به هر حال مسئولان هم همینطوری که این دوستمون سعید اشاره کرد نقش دارن. در واقع اون سیاست هایی که وجود داره در جامعه در باور مردم تاثیر میذاره. مثلا چندی پیش خبرنگار اجتماعی فارس گزارش داده بود که کاربران ایرانی سایت یاهو چت یکی از پرخطرترین گروه هایی هستن که دارای رابطه آزاد و محافظت نشده هستن و آسیب پذیری بیشتری دارن در برابر ابتلا به ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز. آیا شما فکر میکنید که این از لحاظ علمی این گونه مطالعات جمعیتی واقعا میشه بهشون تکیه کرد؟ یعنی تا چه حد میشه به اینا در واقع تکیه کرد و بهشون اطمینان داشت؟ من این مقاله رو خانم دهخان خوندم، اجازه بدید یه چیزی براتون بگم. تیتر این مقاله بسیار خواستن تیتر هیجان انگیز بذارن و تیتر بسیار اشتباهی رو گذاشتن. هر کی این تیتر رو میخونه فکر میکنه که کسانی که از یاهو چت استفاده میکنن از افرادی هستن که رفتار پرخطر دارن، در صورتی اگر که خود مقاله رو بخونین یک عده پژوهشگران پرسشنامه‌ای فرستادن برای کسانی که از یاهو چت استفاده میکنن و این افرادی که یاهو چت استفاده میکنن این پرسشنامه‌ها رو به عنوان گمنام ناآشنا پر کردن و برگردوندن و این پژوهشگران بررسی کردن این پرسشنامه ها رو و به این نتیجه رسیدن که در میان کسانی که این پرسشنامه ها رو پر کردن، نه کسانی که از سایت یاهو استفاده می کنن، در کسانی که این پرسشنامه ها رو پر کردن بیشتر از 50% اطلاعات درستی راجع به اچ آی وی ندارن و بیشتر از 50% در سال پیش یک بار رفتار پرخطر داشتن. و نتیجه گیری پژوهشگران این بوده که باید خیلی مهم هست که الان آموزش راجع به اچ آی وی در برای دانش آموزان و دانشجویان به طور مرتب داده بشه، در صورتی که این خیلی نتیجه بسیار عالیه. من این گونه مطالعات جمعیتی مقاله رو چه جوری متداول هستن معمولا در اروپا و آمریکا؟ بله مطالعات جمعیتی متداول هست، بله، ولی این چیزی که اولش نوشته شده بوده خیلی اشتباه بوده. با مطالعات جمعیتی البته بستگی داره که چقدر، همیشه تعداد افرادی که شما مطالعه میکنین خیلی مهمه. هر چقدر تعداد افراد بیشتر باشه نتایجی که شما میگیرین به واقعیت نزدیکتره. بله خانم دکتر هزاره، حدود یک دقیقه فرصت داریم. میخواستم به تازه ترین روش های درمانی ایدز بپردازیم. اواخر سال 85 بود که یک داروی گیاهی به نام آیمود که تعدیل کننده سیستم ایمنی در ایران رونمایی شد و گفتن که آزمایش شده روی 100 بیمار در کشور گینه بیساو و درمان کرده. منظور از این درمان چی هست؟ آیا درمانی واقعا وجود داره برای ایدز؟ برای ایدز متاسفانه فعلا درمانی وجود نداره، برای اینکه ویروس اچ آی وی ماده ژنتیک خودش رو وارد ماده ژنتیک یا دی ان ای سلول های گلوبول سفید میکنه و به طور اونجا میمونه. در نتیجه اگر که میخواین که ویروس اچ آی وی رو از بین ببرین باید گلوبول های سفید خون از بین بود و نمیشه متوجه شد که کدوم یکی از این گلوبول های سفید، این سلول های CD4، این ماده ژنتیکی این ویروس رو دارا هستن. در نتیجه فقط با درمان ها میشه مقدار این ویروس رو خیلی کم کرد که از تکثیر این ویروس جلوگیری کرد تا سلول های CD4 بله. از بین نرن و سیستم ایمنی امنیتی قوی بمونه. در مورد بله.
داروی گیاهی که گفتین ایماد، من اینو خونده بودم ولی هیچ چیز علمی و مقاله علمی راجبش هنوز چاپ نشده. بله بله، ممنون. متاسفانه میترسم که ارتباطمون رو با شما از دست بدیم. ممنونم از شرکتتون در برنامه روی خط، ممنون از اینکه وقت گذاشتید از بروکسل در این هوای سرد تشریف بردید به استودیو. مرسی. خیلی متشکرم از دعوتتون. ممنون. و اما همکارانم به سراغ چند شهروند آمریکایی در شهر واشنگتن رفتن و نظر اونها رو در مورد شیوه برخورد با افراد مبتلا به ویروس HIV و ایدز پرسیدن. بریم ببینیم نگاه آمریکایی ها به این بیماری چگونه است. متاسفانه میبینیم که برخی از مردم از اونا دوری میکنن. به نظر من اونا با بیماران دیگه فرقی ندارن. من هم موافقم، نباید با اونها متفاوت از دیگران برخورد کنیم، باید از اونها حمایت کنیم. به هر شکلی که میتونیم باید از اونها حمایت کنیم، مثل مراقبت های پزشکی و مثل هر بیمار دیگه. این کمترین کاریه که میتونیم براشون انجام بدیم. به هر شکلی که بتونم اونها رو پشتیبانی میکنم، هیچ وقت اونها رو طرد نمیکنم، سعی میکنم به اونها کمک کنم. با اونها متفاوت برخورد نمیکنم. دلیلی نداره که نگران سلامتم باشم، چون ایدز مرضی نیست که به سادگی منتقل بشه. اصلا مهم نیست، من دوستانم رو در هر شرایطی پشتیبانی میکنم. شرایط آسونی نخواهد بود. البته اطلاعات من در مورد ایدز کامل نیست، ولی با همین اطلاعاتی که دارم میدونم که خیلی مشکله. البته یه دوست یا خیشاوندی به این مریضی مبتلا بشه باید از اونها پرستاری بشه و ما هم باید هر کاری که از دستمون برمیاد براشون انجام بدیم. باید از لحاظ مادی و معنوی اونها رو پشتیبانی کنیم. با همکار خوبم روزیتا هستیم که با نظرات شما در استودیو. سلام روزیتا. سلام خدمت تو و همینطور بیننده های عزیز برنامه روی خط. خب روزیتا، چی گرفتیم؟ از طریق بلاگ و میدونم فیسبوک خیلی کامنت داشتیم. فیسبوکمون خیلی شلوغ بود، ولی اجازه بده سارا جان با وبلاگمون شروع بکنیم. حتما. اولین پیام رو تو وبلاگمون شخصی به نام همیم برامون گذاشته و معتقده باید به بیماران ایدز مانند بقیه بیماران نگاه کرد. چرا ما حاضر نیستیم دیدمون رو عوض کنیم؟ ولی اگر بخوایم بریم و یه نگاهی هم داشته باشیم به فیسبوک برنامه‌مون، من میرم روی فیسبوک و اجازه بده فیسبوک برنامه‌مون رو باز بکنم. فیسبوک همیشه خیلی شلوغ هست. دقیقاً. سوالی هم که مطرح کرده بودیم، خب چند تا سوال متفاوت بود. اولین سوالمون این بود که شما در ایران آموزش‌های لازم در این مورد بهتون داده میشه؟ آیا فکر می‌کنین نگاه بدون عین به این بیماران در جامعه شکل می‌گیره؟ که محمود در فیسبوک برنامه‌مون نوشته متأسفانه هنوز مسئولان وجود چنین مشکلی رو انکار می‌کنن و آمار واقعی مبتلایان رو اعلام نمی‌کنن. و در مورد سوالی که آموزش برای تغییر نگاه مردم به بیماران HIV و مثبت و افراد مبتلا به ایدز آیا کافی هست یا نه، دوباره محمود برامون نوشته که بخشی از جامعه ایران هنوز آرزو میکنه مبتلا به هر بیماری خطرناک بشه ولی به ایدز گرفتار نشه، چرا که طاقت نگاه های مردم رو نداره. در مورد آمار که این دوستمون اشاره کرده بود، البته 22,000 نفر شناخته شدن، ولی آمار UNAIDS تو گزارشمون هم بود که 90,000 نفر تخمین زده شده. درسته. هم تقریبا بیشتر پیامایی که برای ما توی فیسبوک گذاشته بودن برای این عقیده بودن که آمار درستی در اختیارشون نیست در ایران. و شهریار معتقده که مهمترین کار آموزشی که باید از سن پایین شروع بشه. تازه مطلب به این مهمی در قالب دو واحد در دروس دانشگاهی نمود پیدا میکنه که ممکنه خیلی دیر باشه. ولی برخلاف نظر شهریار، نستو معتقده آموزش در این زمینه در ایران خوبه، خصوصا در سطح دانشگاه ها. اما مسئله انگ زدن به بیماران مبتلا به ایدز هنوز حل نشده. و احسان میگه نگاه منفی مردم به بیماران مبتلا به ایدز در جامعه ایران قابل حل نیست و دلیلش سیاست‌های نادرست دولت و شیوه برخورد مسئولان با این بیماری هستش. و من
آره نظری بود که سعید هم اتفاقا برامون پیام گذاشته بود و گفته بود این سیاست‌های دولته که باعث میشه که این باورها و این نگاه انگامیز در واقع در جامعه شکل بگیره. سعید هم به همون مطلب اشاره کرده بود. یه نگاهی میخواییم بکنیم به ایمیل های برنامه‌مون و نظر کوروش رو میخوام براتون بخونم. کوروش میگه به نظر من باید در مورد روابط جنسی سالم کاملا واضح و دقیق و شفاف اطلاع رسانی صورت بگیره و دقیقا عواقب روابط جنسی بدون ملاحظه برای دختران و پسران تشریح بشه. عدم شفافیت رسانه های حکومت در این مورد به گسترش ایدز کمک کرده. و بازم میخوام یه تشکر بکنم از همه عزیزانی که برای ما ایمیل میدن و در فیسبوک و بلاگ ما برای ما پیام میذارن. ولی سارا جان میخواستم اینجا یه مطلبی رو در آخر اشاره بکنم، اونم اینه که شما عزیزان به غیر از پیامگیر برنامه‌مون شما میتونین از دو راه دیگه هم برای ما پیام صوتی خودتون رو بگذارین. اولین راه اینه که پیام صوتی ذخیره شده خودتون رو در کامپیوترتون که دارین اون رو ضمیمه ایمیل بکنین و برای ما بفرستین و بهترین کار اینه که برین تو استارت و یعنی تمام کسایی که ویندوز دارن میتونن صداشون رو ضبط بکنن به صورت فایل و ضمیمه ایمیل بکنن. دقیقاً. یا اینکه ایمیل جیمیل برنامه ما رو روی خط رو حتما اد بکنین و از اون طریق پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستین. آره یه توضیح کوتاهی بدیم راجبه که چجوری میتونن ضبط بکنن. میرن توی استارت پروگرام اکسسوریز انترتینمنت ساوند ریکوردر. دقیقاً. و اونجا میتونن صداشون رو ضبط بکنن و برای ما بفرستن. ممنون روزتا، مرسی از اینکه با کامنت ها و نظرات بینندگان عزیزمون با ما بودی و تشکر میکنم از تمام شمایی که برای ما نظر دادید. تا لحظات دیگه برمیگردیم برای اعلام موضوع فردا شب. برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را میتوانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عربسات EB2 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FEC 1.2، سیمبول ریت 20.4، پولاریزیشن افقی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. اما برنامه فردا شب روی خط همکارم آرش سیگارچی میزبان شما خواهد بود با موضوعی در مورد وقایع این روزهای ایران. در هفته های اخیر از رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران تا رده های پایین تر مدیران نظام همه سعی می کنند به طریقی حمایتشون رو از مردم کشورهای تونس، مصر و این روزها لیبی اعلام کنند. اما به رغم حمایت مسئولان جمهوری اسلامی ایران از معترضان در دیگر کشورها، در این سه هفته هر گونه اعتراض و به هم پیوستن معترضان در ایران با برخورد خشن مواجه شده. خیلی ها میپرسن چرا حکومت ایران برای معترضان دیگر کشورها حق قائله ولی برای معترضان ایرانی داخل کشور نه. اگه شما علاقمند هستید به این سوال پاسخ بدید، از شما دعوت میکنم فردا شب روی خط بیاید و نظرتون رو با ما مطرح کنید. شماره پیامگیر رو هم اعلام میکنم که از همین الان میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید. 201-202-205-9942 داخلی 92. ایمیل ما رو فراموش نکنید، روی خط @voanews.com و آدرس بلاگ ما هست روی خط @blogspot.com. فیسبوک ما رو هم که میدونید صدای شما خط مورب روی خط. سوال فردا شب ما اینه، چرا مقام های ایران حق اعتراض شهروندان دیگر کشورها رو حمایت میکنن اما با معترضان ایرانی برخورد میکنن؟ ممنونم از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید و امیدوارم فردایی بهتر از امروز در انتظارتون باشه. شب بخیر.